برای درست کردن یه لوبیا پلو شیرازی خیلی خوشمزه، اول لوبیامونو که از چند ساعت قبل خیس کردیم و میذاریم با آب بپزه. تو این فاصله مرغمونو درست میکنیم. سینه مرغو به صورت مکعبی خرد میکنیم و کنار میذاریم، که البته میتونید مرغو به صورت جداگانه به هر روشی که دوست دارید درست کنید و کنار پلو سرو کنید. حالا پیازمونو که نگینی خرد کردیم و تو مخلوط کره و روغن سرخ میکنیم، یه سیر رنده شده رو همراه زردچوبه اضافه میکنیم و یکم تف میدیم. سینه مرغ رو اضافه میکنیم، بهش نمک و فلفل سیاه میزنیم، چند دقیقه با حرارت بالا سرخش میکنیم و زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. حرارت کمتر میکنیم و میذاریم تا کاملا مرغمون بپزه. لوبیامون هم پخته و آماده است. از آب در میاریم، به مرغمون اضافه میکنیم و بعد از اینکه همه مواد خوب با هم مخلوط کردیم از رو حرارت برمیداریم، که البته میتونید تو این مرحله شیریدن به موادتون اضافه کنید یا مثل ما لابلای برنج بدید. برنجمون هم دونتر برمیداریم و آبکش میکنیم. برای تدیگمون هم سیب زمینی ها رو کف قابلمه تو روغن میچینیم و یه مقدار زعفرون هم روشون میریزیم. بعد برنج و بقیه مواد و لایه لایه روی هم میریزیم. فقط روی یکی از لایه ها یه مقدار هم دارچین میریزیم. در آخر روی برنجمون زعفرون میدیم و دمش میکنیم. حدوداً بعد از یک ساعت غذامون آماده است. برای عطر و طعم بهترم روغن محلی رو داغ میکنیم و روش میریزیم. حالا یکم پلومون رو مخلوط میکنیم و تو دیسمون میکشیم. تدیگای دلبر و خوشمزمون هم در میاریم و روی برنجمون برای تزئین میچینیم. غذای خوش عطر و خوشمزمون هم آماده است و کنار انواع سالاد و ترشی میتونید سروش کنید. اینم یه قاشق از لوبیا پلو شیرازی فوق‌العاده خوشمزمون.